زیایی کیست؟ زیایی آنی هست که زیا میارد، نور میارد. تنها معلم بودن سیافی میزراب، جورنالیستی ناموری تاجیک از بنام زیاییان شکوه میکند که در نبردهای اطلاعاتی جامعه ترسویی ببر نموده و خاموش نشستند و همین است که به نبرد روی راست اطلاعاتی نمی برایند. زیایی کیست؟ زیایی آنی هست که زیا میارد، نور میارد. تنها معلم بودن یا شاعر بودن یا مثلا گالستوک بستن و قلم به دست گرفتن خود رو ژورنالیست بودن، این معنای زیایی بودن رو ندارد. سیف دوستیف، متخلیص با سیاف میزراب، روزنامه‌نگار، سردبیر هفته‌نامه SSR، ختم کرده فکولته ژورنالیستیکه دانشگاه دولتی سن پیتربورگ، مؤلف کتاب‌های مشتای بیداری، سفردیده مکاوی و ترور غرور، برنده جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان به نام عبدالقاسم لاهوتی و مدالی برای خدمت شایسته میباشد. اوید به نقش زیایان در نبردهای اطلاعاتی امروز در برنامه ما اندیشه‌رانی میکند. در جمعیت امروزه ما متاسفم زیایی ما بسیار ترسو شدند. من خود هم زیایی و از نامی خودم میگویم که اکثریت زیایان ما ترسو شدند و من مثال میارم. ما اتفاق نویسنده ها داریم، ما اتفاق ژورنالیست ها داریم، ما اتفاق کمپوزیتوران داریم، ما ده ها و صد ها اتفاق های داریم که به واسطه از جانب حکومت مبلغ گذاری میشوند، معاش خورها دارند. و اما این زیایان وقتی که هجوم های اطلاعاتی سر دولت ما، سر ملت ما، سر حکومت ما شروع میگردد، اینها خاموشند. به قول سیاف میزراب، جسورترینشان با امضای مستعار اندر موضوع حفظ منفیت ملی مطلب می نویسد و در سامانه‌های اجتماعی که به منبر نبردهای اطلاعاتی مبدل گشته است، از روی راست و به منفیت ملت و دولت و خانواده خود مبارزه نمودن سری ترس می کنند. در حالی که زیایان ما باید اهل غیرت باشند و هر هجوم نامناسب و ناموافق اطلاعاتی را که بر سری ملت و دولت اولاد می آید با انشای مطالب مبارزانه خود وطندار و زیایی صادق بودن خود را ثابت سازند و در این جاده همچون سرباز در خط اولی جبهه باشند. جسورترینشان در نخونک با امضای مستعار مطلب می نویسند. اینها کیها هستند؟ با پندار سیر فردی من که می تواند با پندار میلیون ها اینتلیجنس دیگر مغایر باشد، اون نفری که با امضای خود از منفعت ملت خود، از دولت خود، از حکومت خود، از مادر و پدر خود، از دیار خود حفظ کرده نمیتواند. اونها با مثال همون در دوران شوروی که ما میخوندیم میگفتند اینها مردم دوپگانه هستند. روزش میآید پگان ها را گرفته چپ میگذارند، میگن و ما با آنها نبودیم، ما با شما بودیم. مثل که اینها بعضیایی بودن که با دیگران بودن، امروز میگن ما با شما هستیم. اگر اینتلیجنت مثل پوشکین، مثل لرمانتوف برای شرف خود، برای شرف ملت خود، برای هویت خود با جنگ روی راست اطلاعاتی بر آمده نمیتواند که اونها به مرگ میرفتند، اینها چی زیایی هستند؟ هر آن نفری که شاهنامه را خونده است میداند که رستم دستان و اسفندیار اینها شاهزاده بودند. اینها افراد نبودند که مثلا آدمی تصادفی باشند یا آدمی قطاری باشند، اینها پهلوان بودند. پهلوان کیست؟ ملت اصلی ما، ما خط پهلوی داشته و ما را پهلوی میگفتند، یعنی که آریایی های تازه بودند، شاهزاده بودند. اینها اهل همت بودند، اینها اهل جسارت بودند، اینها اهل غیرت بودند. نفری که جسارت و غیرت ندارد، اصلا من این خیلی آدم رو مثلا مرد حساب نمیکنم، چی رسد به اونی که دعوی زیایی کند. زیایی اصیل باید در نبردهای اطلاعاتی مثل سرباز در خط اولی جبهه باشد. مطالب چندی از تاجیکان از هویت خود رو تافته در سامانه های اجتماعی مخصوصا در فیسبوک ثابت است که خیلی ها از بنام زیاییان تاجیک از تاجیکیت آر نموده، هستی لسان را با نام زبان تاجیکی رد میکنند. اگر شما به همین جنگ های اطلاعاتی که امروز سر ملت ما بسیار افکندن دارند، بعضی ها میگن که ما تاجیک نیستیم، فارس هستیم، بعضی ها میگن که زبان ما زبان روزبکی است، یعنی که همه ما را ترک میبرورند، یک زبان خودش را مثلا نفری هست که میگوید که گویا که اونها زبان تازه دارند که دهان را کج کرده با لهجه ایرانی و افغانی صحبت میکنند و اونها فکر دارند که اونها اینتلیجنت، اونها زیایی هستند. در 100 سال ژورنالیستی تاجیک
یک سیاف میزراب خطر این اشخاصی از تاجیکیت آرمه کردگی را از جوانانی در جبهه های بنام دولت اسلامی نبرد میکردگی جدی تر میداند. سیاف میزراب میگوید که بدبختی هر ملت در فعالیت زادگان منقرد شده آن است. بدبخترین دشمن ملت هر ملت نه است تاجیک، زادگان منقرد خود همون ملت هستند که امروز در ترکیب ملت ما هم پیدا شدن و توسط شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌برند و اکثریت در رسانه‌های خارجی کار می‌کنند. یعنی که اونها شادی خورده علاقه دیگر دولت هستند. از یکم که از پنهان هم نمی‌دونم، من 12 سال در رسانه‌های خارجی کار می‌کردم و بودن افرادی که می‌گفتند که کاش جنگ تاجیکستان پایین نیاید و ما در اروپا و آمریکا بیشتر ریشه دوانیم و رنج و بدر نکنند. و آنها اونها امروز دعوای ملت می‌کنند، دعوای دولت می‌کنند، اونها کیم کیو را نصیحت می‌کنند. با پندار سیر شخصی من اینها این درویه‌ها بدتر از اون فنت ها و اکستریمیست های هستند که یک جانبه و یک جهته برآمده می روند از تاجیکستان و در کیم کدام دولت های بنام اسلامی نبرد میکنند. اینها البته عقلشان کمتر است، اما نسبت به اون عاقلانی که ملت را می فروشند هر زمان هر لحظه می فروشند، اینها از او خوبترند. یعنی که دو بدی هست، اینها و آنها. اما اینها رو می شود به راه راست کرد، مثل که امروز حکومت تاجیکستان اینها رو میارد، تربیت میکند، فرزندانشان میارد، به راه راست هدایت میکند. اما اونهایی که امروز کمری جنگ بستند و سلاح و شمشیر ضد ملت تاجیک گرفتند، از تاجیکیت آر میکنند، تاجیکی رو انکار میکنند، میگن زبان تاجیکی نیست، ملت تاجیک وجود ندارد، اونها خائن ترند. اینها تنها خیانت کرده و بازگردند، اونها بالای خیانت جنایت هم میکنند. اونها رو بخشیدن هیچ وقت لازم نیست، اونها در داخل ما هم هستند. اینهایی که از تاجیکستان با انامین منقرت ها لایک میمونند، اینها دو کرد خیانت میکنند. وطن خواهی و وطن داری هم به گفتار، هم به کردار و هم به رفتار باید باشد. معنی مذکور را بیشتر از همه بایدش خاصی خود را زیای میشمردگی احساس بکنند. من تاجیک هستم، تاجیکستانی هستم و تا روز مرگ خودم با این حکومت هستم و فرزندانم را نصیحت کردم که این حکومت، این دولت، این ملت، این جمعیت از ماست. چهره های نامدار و ماندگار ما باید به صحنه جنگ اطلاعاتی درآیند و مردانه با امضای خود با عکس خود بجنگند. امروز تیرهای دشمن در صورت تحقیر، حقارت، دشنام، مثلا سیاه و بدنام سازی و دیگر میاد. اینها انام تیرهای هستند که در جنگ اصیل هم سونی مرد اصیل زده می شود. ما باید این تیرها را با جوشان داشته باشیم، ما باید خود را قربان کنیم تا وطن ما را، منافع ملی ما را دشمنان اطلاعاتی ما قربان کرده نتوانند. ستون بر بام ملت قامت ماست و میدونی چرا؟ ما میتوانیم شعار هر نفر تاجیک اصیلی باشد در این جنگ های اطلاعاتی بنابرد و پرخاش بر ضد دشمن های داخلی و خارجی میبراید. نان و نمک ملت را خوردن و به آن خیانت را روا دیدن وطنداری و وطنخواهی نیست. زمانی پرتضاد مسئولیت وطنداری را بیشتر و مشکل تر میسازد و ما را میباید در جاده وطنداری تضادهای زمان، مخصوصا نبردهای اطلاعاتی را با چشمی کم نبینیم. فرهنگ ذوق نامی برنامه تحلیلی ما بود که در پیشنهاد من بختیار رحمانیان شنیدید. سرفراز باشید.